سلام مینا، یه سوالی درباره کلاهبرداریایی دارم که به اسم پانزی معرفی میشن. این طرح پانزی چیه؟ سلام. طرح پانزی یا کلاهبرداری پانزی رو اولین بار چارلز پانزی، یه مهاجر ایتالیایی که در ایالات متحده آمریکا زندگی میکرد، در سال 1919 انجام داد. و حالا هم تعداد زیادی از کلاهبرداران برای فریب مردم و برای اینکه پول و سرمایه مردم رو از دستشون در بیارن، از اینو کلاهبرداری استفاده میکنن. برای مثال همین موردی که کوروش کمپانی با وعده فروش گوشی‌های آیفون زیر قیمت اصلی انجام داد هم در حقیقت نوعی از کلاهبرداری پانزی بود. چطوری مردم رو فریب میدن؟ شیوهشون چیه برای این کار؟ اول از همه فرد کلاهبردار، شرکت یا مجموعی که داره این کار رو انجام میده، با تهیه و ساخت یه وبسایت، مؤسسه یا شرکتی که هرگز هویت قانونی نداره، با دادن وعده‌هایی مثل سودهای نجومی و تضمینی، باعث ترغیب و وسوسه قربانیان میشه. مثلا وعده سودهای نجومی و تضمینی با انواع روش‌های مختلف تبلیغاتی انجام میشه، مثل استفاده از سلبریتی‌های معروف، ورزشکارا و اینفلوئنسرها و حتی گاهی سیاستمدارا که اغلب ندانسته و ناآگاهانه مبلغ و مروج این تبلیغات دروغی میشن و مردم رو وادار میکنن دارایی و سرمایه خودشون رو در اختیار این کلاهبردارا بذارن به این امید که سود بیشتری دریافت کنن. حالا واقعا سودی هم به دست مردم و سرمایه‌گذارا میرسه؟ نکته مهم و جالب توجه در کلاهبرداری پانزی اینه که در اول به تعدادی از سرمایه گذاران در تاریخ‌های وعده داده شده سودهایی پرداخت میشه. اما پرداخت این سودها در حقیقت یه تومه برای تبلیغ و فریب سایر مردم و تعداد سرمایه گذار بیشتره تا با مشاهده این سودها اونا هم ترغیب بشن و سرمایه خودشون رو در اختیار این کلاهبردارا قرار بدن. این سود از کجا و با چه مکانیزم و شیوه‌ای به همین افراد کم پرداخت میشه؟ سودهایی که به سرمایه گذاران اولیه پرداخت میشه دقیقاً از پولی تأمین میشه که از سرمایه گذاران جدید جذب شده، نه از سود واقعی ناشی از سرمایه گذاری های موفق. حالا وقتی تعداد سرمایه گذارا بیشتر بشه، آیا سوددهی بازم به همین شیوه ادامه پیدا میکنه؟ نه دیگه، این روند تا اونجایی ادامه پیدا میکنه که در نهایت کلاهبردارا دیگه نمیتونن به افراد جدیدی که به تازگی وارد پروژه شدن سودی پرداخت کنن. دقیقاً در همین نقطه است که این زنجیره کلاهبرداری به خط پایان نزدیک میشه و پرونده پروژه بسته میشه و این فرصت برای کلاهبردارا فراهم میشه تا با هر میزان سودی که تا این لحظه به دست آوردن یهو ناپدید و فراری بشن. وقتی تبلیغات برای سرمایه‌گذاری انجام میشه، آیا راهی برای تشخیص اینکه کلاهبرداری پانزیه یا نه وجود داره؟ ببین، این موارد رو که میگم میشه گفت از مشخصه‌های اصلی و مهم طرح‌های پانزیه. اول، وعده سودهای نجومی و غیرقابل باور. دوم، عدم نقد شدن سرمایه مردم به بهانه سوددهی بیشتر. سوم، ناشناس بودن هویت فرد مؤسس. چهارم، عدم شفافیت نوع فعالیت. پنجم، در دسترس نبودن شرکت یا افراد شرکت. و ششم، نداشتن مجوزهای قانونی.